دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مهران خانجان هستم، مدرس دوره آموزش ارزهای دیجیتال. این دوره که دارید ملاحظه می‌فرمایید به شکل عمومی و به صورت رایگان در اختیار وبسایت فراچارت قرار گرفته و امیدوارم که برای شما مفید باشه. دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. همیشه وقتی بحث سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مطرح میشه، یک موضوع خیلی مهمی هم وجود داره به نام کیف پول. ما به عنوان یک سرمایه گذار باید بتونیم بیاییم و ارزهای دیجیتال خودمون رو در یک محیط امنی نگهداری بکنیم. همونطور که میدونی در بازار انواع مختلفی از کیف پول ها وجود داره. قبل از اینکه وارد بحث کیف پول بشیم، شاید بعضی از دوستان با مفهوم کیف پول آشنایی نداشته باشن. ببین دوستان، ما در سیستم سنتی بانکی زمانی که میخوایم بیاییم و پول خودمون رو داخل بانک نگهداری بکنیم، باید بریم و در اون بانک یک حسابی رو باز بکنیم. مثلا هم درسته؟ بعد که اون حساب رو داخل بانک باز کردیم، در مرحله بعد میتونیم بریم و پول خودمون رو داخل اون حساب قرار بدیم و اون رو داخل بانک نگهداری بکنیم. پس اینجا مفهوم به نام حساب بانکی مطرح هست برای اینکه ما بخوایم بیاییم و پول خودمون رو داخل بانک نگهداری بکنیم. اما خب در دنیای ارزهای دیجیتال چیزی به اسم حساب بانکی وجود نداره و ما اگر بخوایم بیاییم و ارزهای دیجیتال خودمون رو نگهداری بکنیم، باید از مفهوم به نام کیف پول یا همون والت استفاده بکنیم. دقیقاً والت ها مثل حساب بانکی یک آدرسی دارن که شما میتونید بیاین و از طریق اون آدرس هر ارز دیجیتالی که دلتون میخواد رو به اون کیف پول ها واریز بکنید. مفهوم کیف پول در ارزهای دیجیتال خیلی مفهوم گسترده‌ای هست و خیلی زیاد در تبادلات روزانه از اون استفاده می‌کنیم. به طور مثال شما می‌تونید بیاین و از صرافی یک ارز دیجیتالی رو به حساب کیف پول خودتون انتقال بدید و یا برعکس از کیف پول خودتون یک میزان ارزی رو به صرافی انتقال بدید. خب ما در بحث کیف پول‌ها دو تا مفهوم داریم. یک مفهوم بحث کلید عمومی هست و یک مفهوم هم بحث کلید خصوصی. ببینید دوستان، همونطور که یک حساب بانکی یک شماره‌ای داره و ما از طریق اون شماره حساب میتونیم بیایم و به حساب بانکی خودمون پول واریز بکنیم، در حقیقت هر کیف پولی که ما از اون داریم استفاده می‌کنیم یک کلید عمومی داره که بهش میگن کلید عمومی یا پابلیکی. ما برای اینکه بخوام بیاییم و یک ارز دیجیتالی رو به اون کیف پول واریز بکنیم، باید با کلید عمومی کار بکنیم. به طور مثال میخوایم از دوستمون یک میزان بیت کوین رو دریافت بکنیم، بعد وارد کیف پول خودمون بشیم و کلید عمومی مربوط به بیت کوین رو کپی بکنیم و اون رو در اختیار دوستمون قرار بدیم تا اون بتونه برای ما یک میزان بیت کوینی رو واریز بکنه. پس دقت داشته باشید که ما میتونیم بیاییم و به راحتی این کلید عمومی رو در اختیار بقیه افراد قرار بدیم تا بیان و از طریق اون برای ما ارز دیجیتالی رو واریز بکنن. و اما بحث بعدی در مورد کیف پول ها بحث کلید خصوصی هستش. کلید خصوصی یا همون پرایوت کی عملا مشابه با رمز عبور کارت بانکی شما هست و شما هیچ وقت نباید کلید خصوصی خودتون رو در اختیار کسی قرار بدید. دقت داشته باشید که اگر که هکرها یا افرادی که حالا کلاهبردار هستن، اگر که کلید خصوصی شما رو بهش دسترسی پیدا بکنن، میتونن بیان و کل ارز دیجیتال شما رو از کیف پولتون خارج بکنن. پس یک فرق عمده‌ای وجود داره بین کلید خصوصی و رمز عبور کارت بانکی. در مثال رمز عبور کارت بانکی، اگر که یک شخصی رمز عبور شما رو داشته باشه ولی خود اون کارت رو نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه بیاد و از حساب شما پولی برداشت بکنه. اما در بحث کلید خصوصی یا همون پرایوت کی، اگر یک شخصی کلید خصوصی شما رو داشته باشه بدون اینکه نیاز به کیف پول شما داشته باشه، میتونه بیاد و ارزهای شما رو از کیف پولتون خارج بکنه. پس دقت داشته باشید که به هیچ وجه پرایوت کی خودتون رو در اختیار کسی قرار ندید. توی ارزهای دیجیتال ما میتونیم بیاییم و کیف پول ها رو به دو دسته تقسیم بکنیم. اول کیف پول های سرد یا همون کولد هستن. کیف پول های سرد معمولا به این شکل کار میکنن که در اکثر مواقع آفلاین هستن و ارز دیجیتال شما رو به شکل آفلاین نگهداری میکنن. فقط زمانی که مثلا میخواین بیاین و یک انتقالی انجام بدید، فقط در همون لحظه انتقال به اینترنت متصل میشن و کار انتقال رو انجام میدن. خب چون که در اکثر موارد این کیف پولها آفلاین دارن کار میکنن، از لحاظ امنیتی نسبت به کیف پولهای هات یا همون داغ خیلی امن‌تر هستن و برای سرمایه گذاری بلند مدت خیلی مناسب هستن. کیف پولهای سخت افزاری از نوع کیف پولهای کولد یا سرد محسوب میشن. اما دسته دیگری از کیف پولها کیف پولهای داغ یا هات هستن. در این کیف پولهای داغ معمولا در اکثر موارد این کیف پولها به اینترنت متصل هستن و این امر باعث میشه که بحث امنیت اونها کمتر بشه.
به طور مثال شما زمانی که میایین و کیف پول خودتون رو برای موبایلتون دارید نصبش میکنید، چون که موبایل معمولا به اینترنت متصل هست، به همین خاطر ما میایین و کیف پول موبایلی رو یک کیف پول هات یا همون داغ اصطلاحاً در نظر میگیریم. همطور که خدمتتون عرض کردم، این کیف پول ها برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیستن و معمولا برای اینکه بخوایم بیاین و یک سری معاملات روزانه‌ای رو انجام بدیم، معمولا اینها مناسب هستن. پس دقت داشته باشید که برای سرمایه‌گذاری بلند مدت باید از کیف پول سرد استفاده بکنید و برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت باید بیاین و از کیف پول های داغ استفاده بکنید. اصطلاحاً کیف پول هایی که داخل صرافی متمرکز مثل بایننس آن استفاده میشن، اینا همگی کیف پول های داغ محسوب میشن. خب شما زمانی که میخواین بیاین و یک کیف پولی رو ایجاد بکنید، اصطلاحاً با مفهومی سر کار دارید به نام ریکاوری فریز یا همون عبارت بازیابی. و ببینید دوستان، ممکنه که شما بیاین و کیف پول خودتون رو گم بکنید. خب اگر که کیف پول شما گم بشه، یکی از راه حل‌هایی که شما میتونید با استفاده از اون بیاین و کیف پول خودتون رو ریکاوری بکنید، بحث ریکاوری فریز یا همون سید یا نیومانیک هست. دقت داشته باشید که معنای این سه تا لغت یکسان هستش. خب شما زمانی که میخواین بیاین و یک کیف پولی رو ایجاد بکنید، در همون مرحله اول به شما 12 لغت یا 24 لغت زبان انگلیسی رو به ترتیب نشون میده، یا خب ترتیبش هم مهم هست، و شما باید بیاین و این لغت ها رو در یک محل امنی مثل یک کاغذ یادداشتش بکنید و اون رو در یک محل امنی نگهداریش بکنید. دقیق داشته باشید که اگر بخواین بیاین و کیف پول خودتون رو ریکاوری بکنید، استفاده از این 12 لغت یا 24 لغت زبان انگلیسی ضروری هستش. پس حتما از اونها به خوبی مواظبت بکنید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، حتما زمانی که دارین میایین و یک کیف پول جدید رو ایجاد میکنید، حتما عبارت بازیابی اون رو بر روی یک کاغذ یادداشتش بکنید و اون رو در یک محل امنی نگهداری بکنید. خب در دنیای ارزهای دیجیتال ما میتونیم بیاییم و کیف پول ها رو به سه دسته تقسیم بکنیم. دسته اول کیف پول های کاغذی هستن، دسته دوم کیف پول های نرم افزاری هستن که حالا میتونه نرم افزار موبایلی باشه، مثلا میتونه بیاد و بر روی گوشی اندرویدی شما نصب بشه، یا مثلا بر روی گوشی iOS نصب بشه، و یا مثلا کیف پول نرم افزاری میتونه بیاد و در بستر کامپیوتر هم نصب بشه، و یا اینکه مثلا کیف پول شما میتونه یک کیف پول تحت وب باشه و مثلا یک وبسایتی باشه مثل وبسایت blockchain.com. و دسته سوم کیف پول ها هم کیف پول های سخت افزاری هستن. دقت داشته باشید که در بحث کیف پول های سخت افزاری، اون پرایوت کی یا کلید خصوصی شما فقط داخل همون کیف پول سخت افزاری نگهداری میشه و به شکل ذخیره سازی کولد میاد و اون پرایوت کی شما رو براتون نگهداری میکنه. ولی خب کیف پول های نرم افزاری در دسته کیف پول های هات قرار میگیرن و خب به این معنی هستش که در اکثر موارد آنلاین هستن و خب ممکنه که پرایوت کی شما در معرض هکرها قرار بگیره و اون رو هک بکنن اصطلاحاً. و کیف پول کاغذی هم از اونای کولد محسوب میشه و اصطلاحاً پرایوت کی شما رو به شکل آفلاین نگهداری میکنه. خب کیف پول تراست والت کیف پول بسیار محبوبی هست که به صورت نرم افزار بر روی موبایل شما نصب میشه و خیلی ساده راه اندازی میشه. این کیف پول چند وقت پیش توسط صرافی بایننس به طور کامل خریداری شده و خب بسیار محبوب هست و خیلی هم امنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، شما میتونید بیاین و این نرم افزار موبایلی رو بر روی موبایل خودتون نصبش بکنید و خیلی ساده اون رو راه اندازی بکنید. اگر که از موبایل هایی با سیستم عامل اندروید دارین استفاده میکنید، میتونید از داخل گوگل پلی و یا مثلا کافه بازار نرم افزار مربوطه رو سرچ بکنید و دانلودش بکنید. فقط کافیه که این عبارت تراست والت رو داخل نرم افزار گوگل پلی و یا مثلا نرم افزار کافه بازار سرچ بکنید و نرم افزار مربوطش رو نصب بکنید. اگر هم که دارید از موبایلی با سیستم عامل iOS استفاده میکنید، باید از طریق اپ استور نرم افزار تراست والت رو دانلود و نصب بکنید. خب بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردید، بعد اون رو بازش بکنید و در مرحله بعدی باید بیام بر روی دکمه Create a New Wallet کلیک بکنید. این صفحه اصلی نرم افزار هست. زمانی که برای اولین بار دارید نرم افزار رو نصب میکنید، برای شما این صفحه رو باز میکنه. پس بیاین و در قدم اول بر روی این دکمه Create a New Wallet اینجا کلیک بکنید. در مرحله بعدی بیاین و تیک این گزینه رو بزنید و برای دکمه Continue از اینجا کلیک بکنید. ما زمانی که میایم و از نرم افزارهای بانکی مثل نرم افزار بانک ملی و یا مثلا نرم افزار بانک ملت استفاده میکنیم، در این حالت برای نرم افزارتون میایم و یک پسوردی رو مشخص میکنید و با استفاده از اون پسورد میتونید وارد نرم افزار بانک بشید، درسته؟ خب اگر که اون رمز عبور رو شما گم بکنید چه اتفاقی میفته؟ شما به بانک مراجعه میکنید و میگید که خب من رمزم رو گم کردم
و اون بانک میاد و رمز رو برای شما ریکاوری میکنه اصطلاحاً و یک رمز دیگر رو بهتون میده. و خب هیچ مشکل خاصی در رابطه با رمز نرم افزار بانکی وجود نداره. ولی در دنیای ارزهای دیجیتال شرایط کلاً فرق میکنه. اینجا هر کیف پولی که ساخته میشه یک عبارت 12 لغتی و یا 24 لغتی داره که این 12 لغت یا همون 24 لغت واژه‌های معنادار زبان انگلیسی هستن. دقت بکنید که این 12 لغت زبان انگلیسی ترتیبشون هم خیلی مهمه و عملاً این 12 لغت معادل همون پسورد و یا عبارت بازیابی شما هستن. پس به این 12 لغت میگیم عبارت بازیابی. حالا این عبارت بازیابی و پسورد چند تا فرق میکنه که حالا خدمتتون عرض میکنم. این 12 تا لغت که از این بعد بهشون میگیم عبارت بازیابی، اینها دو تا تفاوت خیلی بزرگ با رمز عبور دارن. اولین فرقش این هستش که شما اگر این عبارت بازیابی رو گم بکنید دیگه نمیتونید بیاین و اون کیف پولتون رو بازیابی بکنید. و دومی فرقش همین هستش که اگر این 12 لغت یا همون عبارت بازیابی از شما دزدیده بشه، هکرها میتونن بیان و حساب شما رو کامل تخلیه بکنن و کل پولهای شما رو بدزدن. پس لطفاً این 12 لغتی که به شما نشون میده رو ازش خیلی خوب نگهداری و محافظت بکنید و حواستون باشه که اون رو در اختیار کسی قرار ندید. پس لطفاً به این موضوع خیلی دقت داشته باشید. من خیلی روی این موضوع تاکید کردم و بی لطفاً بیاین و این عبارت بازیابی رو برای یک تکه کاغذی بنویسیدش و در یک جای امن از اون نگهداری بکنید و هیچ وقت تحت هیچ شرایطی اون رو در اختیار هیچ کسی قرارش ندید. من بهتون توصیه میکنم که اکیداً هیچ وقت این عبارت بازیابی رو داخل موبایل خودتون ذخیرهش نکنید و یا مثلا از اون اسکرین شات نگیرید و همچنین داخل تلگرام هم اون رو ذخیره نکنید. حتما روی تکه کاغذ اون رو بنویسید و در یک جای امن از اون نگهداری بکنید. دقت داشته باشید شما اگر خدای نکرده موبایلتون رو گم کردید، میتونید با استفاده از همین عبارت بازیابی بیاین و اون رو دوباره ریکاوری بکنید و کل پول هاتون رو برگردونید. خب در قدم بعدی داخل نرم افزار تراست والت به شما نشون میده که اون 12 تا واژه شما چیا هست و شما باید بیاین و اون رو برای تکه کاغذ بنویسیدش. لطفاً دقت هم داشته باشید که ترتیب اینها هم مهمه. خب این صفحه تراست والت من هست. همونطور که ملاحظه میفرمایید این عبارت بازیابی هستش که من باید بیام و اون رو بر کاغذ بنویسم. لطفاً دوستان دقت داشته باشید که به این عبارت بازیابی بهش ریکاوری فریز و یا نیومانیک و یا سید هم گفته میشه. در حقیقت این 4 تا لغت همشون معادل همدیگه هست. حالا ممکنه که در سایت های مختلف و یا مثلا در کانال های تلگرامی مختلف شما اینها رو ببینید. دقت داشته باشید که تمام این 4 تا عبارت هم معنی هست و معادل به همین 12 تا لغت ریکاوری شما محسوب میشه. خب در مرحله بعدی باید بیایید و این 12 تا لغت رو به ترتیب اینجا وارد بکنید. در حقیقت نرم افزار تراست والت میخواد مطمئن بشه که شما حتما این 12 تا رو یادداشت کردید به ترتیب و همین خاطر به شما میگه که حالا دوباره بیاین و این رو انتخابش بکنید. پس لطفاً بیاین به ترتیب همون چیزی که در صفحه قبلی مشاهده کردید اینها رو وارد بکنید اینجا و برای دکمه کانتینیو کلیک بکنید. در مرحله بعدی بیاین و بر روی این علامت ضرب در اینجا کلیک بکنید تا صفحه اصلی رو به شما نشون بده. من در ادامه دوره با این نرم افزار خیلی کار دارم و بخش های مختلف اون رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. اگر بیام و داخل گوگل سرچ بکنم و روی این گزینه کلیک بکنم، من رو وارد صفحه وبسایت میکنه. میتونم بیام و از بخش دانلود این رو دانلودش بکنم. میتونیم بیاین و این نرم افزار رو برای ویندوز نصب کنید و یا اینکه بیاین برای موبایل خودتون هم این رو نصبش بکنید. اگر که از گوشی اندروید استفاده میکنید از طریق گوگل پلی و اگر که از گوشی iOS استفاده میکنید از طریق اپ استور بیاین و این رو برای موبایل خودتون نصبش بکنید. برایند راه اندازی هم مثل تراست والت هست و راه اندازش خیلی کار ساده و آسونیه. دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. هرچقدر که بازار ارزهای دیجیتال به بلوغ خودش نزدیکتر میشه، استفاده از صرافی غیر متمرکز مثل یونی سواب یا پنکیک سواب هم بیشتر میشه. اما شما زمانی که میخواین بیاین و از صرافی غیر متمرکز استفاده بکنید، در قدم اول باید بیاین و والت یا هم کیف پول خودتون رو به این صرافی ها متصل بکنید. یکی از محبوب در کیف پول ها در دنیای ارزهای دیجیتال یک کیف پول هستش به نام متامسک. توی این ویدیو میخوام به طور کامل بخش‌های مختلف متامسک رو بررسی بکنم و در ویدیوی بعدی میرم به سراغ صرافی غیر متمرکز پنکیک سواب و اون رو هم بررسی میکنم. لطفاً با من همراه باشید. خب بریم به سراغ کیف پول متامسک.
متامسک یک کیف پول اتریومیه که میتونید اون رو به صورت یک افزونه بر روی مرورگر سیستم خودتون نصب بکنید. این کیف پول متامسک هم به صورت افزونه برای مرورگرهای کامپیوتر وجود داره و هم به صورت نرم افزار موبایلی هم بر روی گوگل پلی و اپ استور وجود داره که در آخر این ویدیو در مورد اپلیکیشن موبایلی اون صحبت خواهیم کرد، ولی در مجموع تو که این ویدیو بیشتر تمرکزمون بر روی افزونه مرورگر این کیف پول هستش. شما زمانی که این کیف پول رو برای سیستم خودتون نصبش میکنید، تمامی توکن هایی که با استاندارد ERC20 کار میکنن رو برای اون ذخیره بکنید. همونطوری که میدونید استاندارد ERC20 مربوط به توکن هایی هستش که مربوط به شبکه اتریوم هستن. همچنین کیف پول متامسک امکان پشتیبانی از شبکه متیک و شبکه بایننس اسمارت چین رو هم برای شما فراهم کرده. من در ادامه این ویدیو میام و شبکه بایننس اسمارت چین رو برای این کیف پول اضافه خواهم کرد. اما اصلا باید بررسی بکنیم که ما چرا میایم و از کیف پول متامسک استفاده میکنیم. دلیل اول ما این هستش که زمانی که ما میخوایم بیایم و از شبکه‌های جدیدی مثل شبکه متیک و یا شبکه بایننس اسمارت چین استفاده بکنیم، تنها راه حل ما استفاده از کیف پول متامسک هست، چون که این کیف پول داره در بستر مرورگرها کار میکنه و بهترین گزینه برای ارتباط برقرار کردن با شبکه‌های جدید هست. به طور مثال شما اگر بخواید بیاین و از نرم افزارهای غیر متمرکز مثل یونی سواپ یا پنکیک سواپ استفاده بکنید، اول باید بیاین و کیف پول خودتون رو به اون وبسایت متصل بکنید. خب با استفاده از کیف پول متامسک ما میتونیم بیاین و به راحتی این اتصال رو انجام بدیم. دلیل بعدی هم این هستش که شما اگر بیاین و از کیف پول های سخت افزاری مثل کیف پول لجر و یا ترزور استفاده بکنید، در این حالت مجبور هستید که از یک پلتفرم واسطه برای اتصال برقرار کردن بین کیف پولتون و همچنین وبسایت های غیر متمرکز استفاده بکنید. در اینجا تنها راه حل شما استفاده از کیف پول متامسک هست. خب در مرحله بعدی بریم به سراغ نصب و راه اندازی کیف پول متامسک بر روی مرورگر گوگل کروم. ما برای اینکه بخوایم بیایم و کیف پول متامسک رو بر روی سیستممون نصبش بکنیم، حتما باید از یک مرورگر استفاده بکنیم. شما هم میتونید از مرورگر فایرفاکس و هم از مرورگر گوگل کروم برای این کار استفاده بکنید. اما چون که اکثر نرم افزارهای غیر متمرکز با مرورگر گوگل کروم خیلی بهتر کار میکنن، پس پیشنهاد من این هستش که حتما از مرورگر گوگل کروم برای اتصال به این وبسایت ها استفاده بکنید. پس من میام و کیف پول متامسک رو بر روی کروم نصب میکنم. میام و توی گوگل سرچ میکنم که متامسک کروم. بعد از اینکه این رو سرچ کردم، هم گزینه اول نوشته متامسک کروم اکستنشن، میام و بر روی این عبارت کلیک میکنم. زمانی که وارد این صفحه شدیم، میام برای دکمه اد تو کروم از اینجا کلیک بکنید. بعد هم برای دکمه اد اکستنشن کلیک میکنم. بعد از چند ثانیه افزونه متامسک بر روی کروم نصب میشه و برای من صفحه رو نشون میده. من میام برای دکمه گت استارتد از اینجا کلیک میکنم. خب در قدم اول ما میخوام بیایم و یک کیف پول جدید رو ایجاد بکنیم. پس میام در سمت راست صفحه و برای دکمه کرییت ای والت کلیک میکنم. بیاین در بخش پایین این صفحه و برای دکمه آی اگری از اینجا کلیک بکنید. در مرحله بعدی باید بیام و یک پسورد رو برای ورود به کیف پول متامسک تعریف بکنم. دقت داشته باشید که بعد از اینکه متامسک رو نصب کردید و بخواید از اون استفاده بکنید، حتما باید این پسورد رو وارد بکنید. پس یک پسوردی رو وارد بکنید که حتما یادتون بمونه و بتونید بعدا از اون استفاده بکنید. میام و پسورد خودم رو اینجا وارد میکنم و بعد هم بر روی این باکس I have read and agree کلیک میکنم و بعد هم بر روی دکمه create از اینجا کلیک میکنم. در مرحله بعدی به شما عبارت بازیابی یا همون backup phrase رو اینجا نشون میده. دقیق داشته باشید که ممکنه که لپتاپ شما خراب بشه و یا مثلا نرم افزار گوگل کروم از روی سیستم شما پاک بشه. در این حالت تنها راه حلی که با استفاده از اون میتونید بیاین و به کیف پول قبلی خودتون دسترسی داشته باشید، همین عبارت بکاپ فریز یا همون عبارت ریکاوری هستش. پس حتما باید بیاین و این عبارت ریکاوری رو در یک محل امنی یادداشتش بکنید و از اون نگهداری بکنید. من میام و بر روی این آیکون قفل از اینجا کلیک میکنم. ملاحظه میفهمید که داخل این باکس داره به من 12 تا لغت زبان انگلیسی رو نشون میده. این 12 تا لغت ترتیبشون هم مهم هست و در حقیقت همون عبارت بازیابی یا همون عبارت ریکاوری من هستن. پس میام و این عبارت ها رو در یک محل امنی یادداشتش میکنم و اون رو نگهداری میکنم. بعد که این عبارت رو یادداشتش کردم، میام برای دکمه نکست از اینجا کلیک میکنم.
خب توی قدم بعدی برای اینکه مطمئن بشه که من حتما اون عبارت رو یادداشتش کردم، میگه که اون لغت‌ها رو به ترتیب اینجا وارد کن. پس میام و اون لغت‌ها رو اینجا وارد می‌کنم. بعد که اون 12 لغت رو اینجا وارد کردم به ترتیب، میام و برای دکمه کانفرم از اینجا کلیک می‌کنم. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا به من تبریک گفته و میگه که شما تونسته بیاین و کیف پول متامسک خودتون رو ایجاد بکنید. در قدم بعدی میام و برای دکمه آلدان از اینجا کلیک می‌کنم. خب شما زمانی که اومدید و متامسک رو بر روی کروم خودتون نصب کردید، اول باید بیاین و آیکون متامسک رو در اینجا فعالش بکنید. بیاین برای این دکمه اکستنشن از اینجا کلیک بکنید. در مرحله بعدی بیاین و اکستنشن مربوط به متامسک رو اینجا پین بکنید. ملاحظه می‌کنید که زمانی که من این رو اومدم و پینش کردم، دیگه متامسک رو اینجا من داره نشون میده. من اگر بیام و روی آیکون متامسک از اینجا کلیک بکنم، ملاحظه می‌فرمایید که به شکل پیش‌فرض فقط اتریوم رو اینجا برای من قرار داده. من اگر بخوام بیام و یک توکن جدید رو به این متامسک اضافه بکنم، چند تا راه حل وجود داره. بهترین راه حل استفاده از وبسایت کونگیکو هست که خب وبسایت خیلی معروفیه و ما در موارد خیلی زیادی در ارزهای دیجیتال از این وبسایت استفاده می‌کنیم. به طور مثال من می‌خوام بیام و توکن محبوب لیتنترای با نماد لیت رو به این کیف پول متامسک اضافه بکنم. پس میام اول وارد وبسایت کونگیکو میشم و بعد هم این عبارت لیتنترای رو توی کونگیکو سرچ میکنم. پس میام وارد وبسایت کونگیکو میشم. آدرس این وبسایت هست kongiko.com. زمان که وارد این وبسایت شدید، در محله بعدی بین داخل این باکس سمت راست و سرچ بکنید لیت و بر روی عبارت لیتنترای از اینجا کلیک بکنید. اگر کم پایین تر بیاین، در وسط این صفحه ملاحظه می‌فرمایید که آیکون متامسک رو داره به شما نشون میده. من اگر بیام و روی آیکون متامسک از اینجا کلیک بکنم، پنجره مربوط به متامسک باز میشه و در مرحله بعدی باید بیام و بر روی دکمه اد توکن از اینجا کلیک بکنم. ملاحظه می‌فرمایید که زمانی که متامسک رو بازش بکنم، توکن لیت هم اینجا برای من اضافه شده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، زمانی که میایم و بر روی متامسک کلیک می‌کنیم، در بخش بالای این افزونه برای ما نوشته که نتورکس یا همون شبکه‌ها. به شکل پیش‌فرض چندین شبکه بر روی متامسک داره پشتیبانی میشه. شبکه اول هم شبکه اتریوم هست و بقیه شبکه‌ها شبکه‌های تست مربوط به اتریوم هستن. ملاحظه می‌کنید که توی این لیستی که اینجا قرار گرفته، هیچ حرفی از بایننس اسمارت چین یا مثلا ماتیک، هیچ حرفی از اینها نزده و ما باید بیایم و به شکل دستی اینها رو خودمون اضافه بکنیم. من اگر بخوام بیام شبکه هوشمند بایننس یا همون بایننس اسمارت چین رو به متامسک اضافه بکنم، باید برم در بخش تنظیمات و این عبارتایی که اینجا نوشته رو داخل تنظیمات وارد بکنم. من برای اینکه بخوام بیام و شبکه هوشمند بایننس رو به متامسک اضافه بکنم، میام بر روی این افزونه متامسک از اینجا کلیک میکنم، بعد میام بر روی آیکون سه نقطه از اینجا کلیک میکنم و گزینه اکسپند ویو رو انتخاب میکنم. زمانی که شما گزینه اکسپند ویو رو انتخاب میکنید، این افزونه متامسک وارد یک تب جدید میشه و کل این تب مربوط به کیف پول متامسک هستش. در مرحله بعدی بیام بر روی آیکون دایره از اینجا کلیک بکنید و در قدم بعدی بیاین برای دکمه سیتینگز از اینجا کلیک بکنید. زمانی که وارد این صفحه شدید، بیاین برای دکمه نتورکس از اینجا کلیک بکنید. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، من اگر بخوام بیام و یک شبکه جدید رو به این متامسک اضافه بکنم، باید بیام و 5 تا مورد رو اینجا وارد بکنم. اگر این 5 تا رو به درستی وارد بکنم، میتونم بیام و یک شبکه جدید رو به متامسک خودم اضافه بکنم. پس میام برای دکمه اد نتورک از اینجا کلیک می‌کنم، به عنوان نتورک نیم میام و بایننس اسمارت چین رو از اینجا کپی می‌کنم و براش اینجا قرار میدم. برای نیو پی آر سی یو آر ال هم میام و این عبارت bsc.data.c.binance رو اینجا براش کپی میکنم و قرار میدم. برای چین آیدی میام و مقدار 56 رو قرار میدم. برای کارنسی سیمبل میام و مقدار bnb رو قرار میدم. و برای بلاک اسپلورر هم میام و مقدار bscscan.com رو اینجا قرار میدم. بعد که این مقادیر رو اینجا وارد کردید، بیام برای دکمه سیو از اینجا کلیک بکنید. ملاحظه می‌فرمایید که زمانی که برای سیو کلیک کردید، عبارت بایننس اسمارت چین به شبکه‌های من اضافه شده. مگر بیام برای آیکون متامسک از اینجا کلیک بکنم و بعد هم بیام برای شبکه‌ها کلیک بکنم، ملاحظه می‌فرمایید که شبکه بایننس اسمارت چین هم اینجا برای من اضافه شده. پس من الان میتونم برم و با نرم افزارهای غیر متمرکزی مثل پنکیک سواب که در وسط بایننس دارن پشتیبانی میشن هم کار بکنم.
اگر بخوام بیام و از نرم افزار غیر متمرکز در بستر اتریوم مثل یونی سواپ استفاده بکنم، باید بیام و این رو بر روی اتریوم قرارش بدم. و اگر بخوام بیام از نرم افزارهای غیر متمرکز برای شبکه بایننس مثل پنکیک سواپ استفاده بکنم، باید بیام و این رو بر روی بایننس اسمارت چین قرارش بدم. اما افزونه متاماس اومد و در سال 2020 در اکتبر سال 2020 میلادی قابلیت سواپ یا همون تبدیل ارزها رو هم به کیف پول خودش اضافه کرد. با استفاده از این قابلیت سواپ شما میتونید بیاین و ارزهای دیجیتالی که داخل متاماس موجود دارید رو به همدیگه تبدیل بکنید. دقیقا مثل کاری که صرافی یونی سواپ داره برای ما انجام میده. برای اینکه بخوام بیاین و از ویژگی سواپ داخل متاماس استفاده بکنیم، اول باید بریم داخل بخش اکسپاند ویو و بعد هم بر روی دکمه سواپ کلیک بکنیم. من میام داخل نرم افزار گوگل کروم خودم و بعد بر روی آیکون متاماس از اینجا کلیک میکنم. بعد بر روی سه نقطه کلیک میکنم و بر روی عبارت اکسپاند ویو کلیک میکنم. زمانی که بر روی دکمه اکسپاند ویو کلیک کردید، وارد این صفحه میشید و دکمه سواپ رو از اینجا مشاهده میکنید. من میام بر روی دکمه سواپ از اینجا کلیک میکنم. ببینید که من رو وارد یک صفحه‌ای کرد که دقیقاً مشابه با صرافی غیر متمرکز هستش. به طور مثال من میخوام بیام و اتریوم رو تبدیل بکنم به تتر. از باکس بالایی انتخاب بکنم اتریوم و از باکس پایین هم انتخاب بکنم USDT. اگر بیام و بر روی دکمه ریویو سواپ از اینجا کلیک بکنم، میتونم بیام و اتریوم خودم رو تبدیل بکنم. ملاحظه میفرمایید که زمانی که بر روی سواپ کلیک کردم، داره بررسی میکنه در صرافی مختلف و به من میگه که من اگر بخوام بیام و اتریوم خودم تبدیل بکنم، میتونم از کدوم صرافی استفاده بکنم و بهترین قیمت رو به من پیشنهاد میده. اصطلاحاً به این نرم افزار غیر متمرکز که میان و کل صرافی غیر متمرکز رو سرچ میکنن و بهترین قیمت رو به شما پیشنهاد میدن، به اینها میگن اگریگیتور. پس عملا متامسک یک نوع اگریگیتور محسوب میشه. در مرحله بعدی هم میتونم بیام برای دکمه سواپ از اینجا کلیک بکنم. ملاحظه میفرمایید که خب به دلیل اینکه کارآمد شبکه اتریوم خیلی زیاد هست، من اگر بخوام این چنج رو انجام بدم، باید بیام و مقدار حدوداً 63 دلاری رو برای کارآمد پرداخت بکنم که خب عدد خیلی زیادی هست. خب همونطور که میدونید ما زمانی که میام و یک کیف پول رو میسازیم، عبارت پرایوت کی و پابلیک کی برای ما خیلی مهمه. به طور مثال من اگر بخوام بیام و یک مقدار اتریوم رو به کیف پول متاماسک خودم واریز بکنم، باید حتما پابلیک کی رو داشته باشم و همچنین اگر بخوام بیام و کیف پول خودم رو ریکاوری بکنم، حتما نیاز به پرایوت کی دارم. شما زمانی که میام و روی آیکون متاماسک از اینجا کلیک میکنید، زمانی که میام و روی دکمه اکانت وان از اینجا کلیک بکنید، میاد و آدرس پابلیکی شما رو کپی میکنه. ملاحظه میکنید که زمانی که اومدم و روی دکمه از اینجا کلیک کردم، میام در بخش نوتپد خودم و این رو پیستش میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید این آدرس پابلیکی من هستش. اگر کسی بخواد به حساب من اتریوم یا ارز دیگه ای واریز بکنه، باید بیام و از این آدرس پابلیکی استفاده بکنه. پس من میتونم بیام و آدرس پابلیکی خودم رو در اختیار بقیه قرار بدم تا بتونن بیان و اتریوم یا ارز دیگه رو به حساب من واریز بکنن. اما اگر بخوام بیام و پرایوت کی خودم رو خروجی بگیرم، میام اینجا بر روی آیکون سه نقطه از اینجا کلیک میکنم و بعدم بر روی دکمه اکانت دیتیلز از اینجا کلیک میکنم. اگر بیام بر روی دکمه اکسپورت پرایوت کی کلیک بکنم، دقیقاً میتونه بیاد و پرایوت کی من رو برای من خروجی بگیره. در مرحله بعدی میام پسورد خودم رو اینجا وارد میکنم و بعدم برای دکمه کانفرم کلیک میکنم. دقت داشته باشید که به هیچ عنوان این پرایوت کی خودتون رو در اختیار کسی قرار ندید، به خاطر اینکه اگر کسی پرایوت کی شما رو داشته باشه، میتونه به راحتی کل موجودی حساب شما رو تخلیه بکنه. اما چیزی که خیلی بین مردم رواج داره این هستش که میان و عبارت بازیابی خودشون رو گم میکنن و دیگه به اون دسترسی ندارن. من اگر بخوام بیام و عبارت بازیابی هم ریکاوری فریز خودم رو از سوی متاماسک خروجی بگیرم، باید بیام و این مراحل رو انجام بدم. میام داخل متاماسک خودم، برای آیکون متاماسک کلیک میکنم، بعد میام برای این دایره از اینجا کلیک میکنم و بعد هم برای سیتینگز کلیک میکنم. در مرحله بعدی میام و برای دکمه سکیوریتی اند پرایوسی کلیک میکنم و اینجا برای دکمه ریویل سید فریز کلیک میکنم. اگر برای دکمه کلیک کردید، دقیقا اون عبارت بازیابی شما رو به شما نشون خواهد داد. اما سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که من اگر بخوام بیام و کیف پولی که قبلا توی تراست والت ساختم رو داخل این متاماسک وارد بکنم، باید چه کاری رو انجام بدم؟ خب شما زمانی که داخل تراست والت خودتون میایین و یک کیف پول رو ایجاد میکنید، در مرحله اول به شما یک ریکاوری فریز رو نشون میده. شما اگر بیاین و اون عبارت ریکاوری فریز رو داخل متاماسک وارد بکنید، میتونید بیاین و تراست والت خودتون رو داخل متاماسک وارد بکنید.
من میام داخل متامسک خودم، برای این دایره از اینجا کلیک میکنم و برای لاک از اینجا کلیک میکنم. زمانی که برای لاک کلیک کردید، در بخش پایین صفحه به شما یک عبارت رو اینجا داره نشون میده. پایین صفحه نوشته import using account seed phrase. بیام برای این عبارت کلیک بکنید و شما رو وارد این صفحه میکنه. خب شما اگر بیاین و عبارت ریکاوری خودتون رو داخل این باکس وارد بکنید و یک پسورد رو اینجا براش تعریف بکنید، میتونید بیاین و همون کیف پولی که داخل تراسفالت داشتید رو به داخل متامسک انتقال بدید. اما نکته خیلی مهم بعدی که در متامسک وجود داره بحث کیف پول سخت افزاری هستش. ممکنه که شما بیاین و از کیف پول ترزور یا لجر استفاده بکنید و بخواید بیاین و یک مقداری از داخلش برداشت بکنید. برای این کار باید بیاین و کیف پول خودتون رو به این متامسک متصل بکنید. من میام و بر روی این آیکون متامسک از اینجا کلیک میکنم و پسورد خودم رو اینجا وارد میکنم. زمانی که وارد صفحه اصلی متامسک شدید، بیام و بر روی آیکون دایره از اینجا کلیک بکنید و اینجا آپشن هست به نام Connect Hardware Wallet. اگر بر روی این عبارت کلیک بکنید، شما رو وارد این صفحه میکنه که میتونید بیاین و کیف پول سخت افزاری خودتون رو به متامسک متصل بکنید. من میام بر روی لجر از اینجا کلیک میکنم و بر روی کانکت کلیک میکنم. در مرحله بعدی میام و آدرس کیف پول سخت افزاری خودم رو اینجا انتخاب میکنم و بر روی دکمه آنلاک کلیک میکنم. الان داریم ملاحظه میکنید که زمانی که اومدم و کیف پول سخت افزاری لجر خودم رو به این متامسک وصل کردم، نوشته که شما از طریق لجر به این متامسک وصل شدید. در مرحله بعدی میتونم برم و وارد صرافی‌های غیر متمرکز بشم و از طریق کیف پول سخت افزاری خودم بیام و یک سری تراکنش‌هایی رو انجام بدم. و اما به عنوان آخرین نکته هم باید خدمتتون عرض بکنم که کیف پول متامسک نسخه موبایل هم داره و هم برای اندروید و هم برای iOS میتونید بیاین و این رو برای گوشی خودتون نصبش بکنید. فقط دقت داشته باشید که اگر بخوام بیاین و از طریق متامسک به اپلیکیشن‌های غیر متمرکزی مثل یونی سواپ یا پنکیک سواپ وصل بشید، دیگه خیلی نفسار موبایل به درد شما نمیخوره و حتما باید بر روی مرورگر کروم خودتون از اون استفاده بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از اینکه ما رو همراهی می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزارم. ما تو این آموزش می‌خوایم بریم و یکی پول سخت افزاری رو نصب و راه اندازی بکنیم و از اون استفاده بکنیم. خب در حال حاضر توی بازار دو مدل از کیف پول‌های سخت افزاری وجود داره که خیلی محبوب هست و معمولاً همه از اینها استفاده می‌کنن. دسته اول کیف پول‌های سخت افزاری شرکت لجر هست و دسته دوم هم کیف پول‌های سخت افزاری شرکت ترزور. معمولاً توی بازارهای جهانی و همچنین بازارهای داخلی این دو مدل معمولاً پرفروش‌ترین مدل کیف پول‌های سخت افزاری محسوب میشن. ولی خب شرکت لجر دو تا محصول خیلی معروف داره. محصول اولش که خیلی محبوب هست کیف پول لجر نانو اس هست و محصول بعدی هم کیف پول لجر نانو ایکس محسوب میشه. ما توی این آموزش می‌خوایم بریم و کیف پول لجر نانو اس رو با هم دیگه نصب و راه اندازی بکنیم و بخشایون رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب ما زمانی که میایم و کیف پول رو خریداری می‌کنیم، داخل اون جعبه کیف پول یه کابلی هست داخل اون جعبه که می‌تونیم با استفاده از اون کابل کیف پول خودمون رو به لپتاپمون متصل بکنیم. پس دقت داشته باشید که اون کابل رو یک سرش رو باید به لپتاپ متصل بکنید از طریق USB و سر دیگه‌اش رو باید بیاین و به اون کیف پول خودتون متصل بکنید اصطلاحاً. در مرحله بعدی باید بیاین و هر دو تا دکمه‌ای که بر روی کیف پول قرار گرفته رو با هم دیگه فشار بدید. در مرحله بعدی مجدداً باید بیاین و اون دو دکمه رو با هم دیگه فشار بدید. خب اگر می‌خواید بیاین و برای اولین بار این کیف پول رو نصب و راه اندازی بکنید، باید بیاین و دکمه سمت راست رو اینجا فشار بدید. در مرحله بعدی باید برید و یک پسوردی رو برای ورود به این کیف پول تنظیم بکنید. دقت داشته باشید که شما هر باری که می‌خواید بیاین و وارد این کیف پول بشید و از اون استفاده بکنید، باید بیاین و این پسورد رو وارد بکنید. پسورد شما میتونه بین 4 تا 8 کاراکتر باشه. دقت کنید که اگر بخواید بیاین و این اعداد رو اینجا تغییرش بدید، با استفاده از دکمه سمت چپ میتونید بیاین و عدد رو کمش بکنید و با استفاده از دکمه سمت راست میتونید بیاین و اون عدد رو افزایشش بدید. خب من چون که میخواستم بیام و عدد 2 رو انتخاب بکنم، مادم و دکمه سمت چپ رو چندی بار فشارش دادم تا عدد 5 به عدد 2 تغییر بکنه.
بعد که عدد خودتون رو انتخاب کردید باید بیاین و هر دو دکمه رو با هم دیگه فشار بدید. زمانی که این کار انجام بدید میره و عدد بعدی رو برای شما انتخاب میکنه. با همین ترتیب بیاین و تا آخر کار این کار رو انجام بدید. خب زمانی که اومدید و 4 تا یا 8 تا رو وارد کردید، در قدم بعدی باید بیاین و اینقدر این عدد رو تغییر بدید تا برسید به یک تیک سبز رنگ. وقتی که به این کاراکتر تیک رسیدید، بیاین و این دو تا دکمه رو با هم دیگه فشار بدید. این به این معنی هستش که شما پسورد خودتون رو انتخاب کردید و میخواین وارد مرحله بعدی بشید. پسوردتون رو به درستی وارد کردید، میاد به شما میگه که پسورد خودتون رو مجددا دوباره وارد بکنید. خب توی مرحله بعدی باید بریم و بحث ریکاوری فریز یا همون عبارت بازیابی خودمون رو یادداشت بکنیم. داخل جعبه دستگاه یک باکس قرار گرفته که داخل اون باکس چند تا کاغذ هست که میتونیم بیاییم و با استفاده از اون کاغذها ریکاوری فریز خودتون رو یادداشت بکنید. پس دقت کنید که داخل باکس دستگاه این کاغذها وجود داره. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید عبارت بازیابی این کیف پول‌ها 24 لغت هست. ولی خب به طور مثال در کیف پول تراست والت این عدد 12 لغت هستش. خب در مرحله بعدی بیاین و اون 24 لغت رو به ترتیب روی کاغذ یادداشتش بکنید. دقت داشته باشید که حتما اسپل اون لغت رو درست بنویسید و حتما دقت کنید که اون لغت رو بر یک کاغذ به درستی دارید یادداشتش میکنید. خب بعد از اینکه لغت‌ها رو یادداشت کردید، برای اینکه کیف پول مطمئن بشه که شما اونها رو به درستی نوشتید، در مرحله بعدی از شما میخواد که بیاین و اون لغت‌ها رو به ترتیب انتخاب بکنید. به طور مثال میگه که بیا و لغت شماره 20 رو انتخاب بکن. شما میایین و با استفاده از این دو تا دکمه لغت‌ها رو جابجا می‌کنید تا اون لغت مورد نظرتون انتخاب بشه و بعد که لغت مورد نظر رو انتخاب کردید، این دو تا دکمه رو با هم دیگه فشار میدید. به همین ترتیب تا آخر بیاین و لغت‌ها رو داخل کیف پولتون انتخاب بکنید و این دو دکمه رو فشار بدید. خب بعد که اینها رو وارد کردید، می‌بینید که کیف پول وارد مرحله پروسسینگ میشه. چند ثانیه صبر بکنید تا مراحل نصب و راه‌اندازی تموم بشه. در مرحله بعدی این صفحه رو به شما نشون میده که دقیقاً نشون میده که شما اومدید و به درستی کیف پول خودتون رو نصب و راه‌اندازی کردید. در مرحله بعدی بیاین و این دو دکمه رو با هم دیگه فشار بدید. خب ما برای اینکه بخوایم بیایم و از این کیف پول داخل لپتاپ خودمون استفاده بکنیم، باید بیایم و یک نرم افزاری رو نصب کنیم. بیاین داخل گوگل سرچ بکنید لجر والت. بعد که وارد صفحه اصلی وبسایت لجر شدید، در بخش پایین این صفحه نوشته که لجر لایو. در حقیقت این نرم افزار لجر لایو هم نرم افزاری هستش که شما میایین و با استفاده از اون به کیف پول خودتون دسترسی خواهید داشت. بیاین و برای دکمه دانلود از اینجا کلیک بکنید و خب متناسب با سیستم عاملی که دارین استفاده میکنید بیاین و اون نسخه مربوطه رو دانلود بکنید. اگر که سیستم عامل شما مک هست، نسخه مک رو دانلود بکنید و اگر که سیستم عامل شما ویندوز هست، نسخه ویندوز رو دانلود بکنید. خب در مرحله بعدی بیاین و این افزار رو نصبش بکنید. بیاین برای دکمه اینستال از اینجا کلیک بکنید و بعد از چند دقیقه این افزار برای شما نصب میشه. بعد هم برای دکمه فینیش از اینجا کلیک بکنید. خب این صفحه اصلی نرم افزار لجر لایو هست. بعد برای دکمه که استارتید از اینجا کلیک بکنید. در مرحله بعدی چون که ما داریم میایم و یک کیف پول جدیدی رو راه اندازی میکنیم، بیاین برای گزینه اول از اینجا کلیک بکنید. در مرحله بعدی بیاین و گزینه لجر نانو اس رو از سمت چپ انتخاب بکنید و بعد برای دکمه کانتینیو کلیک بکنید. بیاین و دو عبارت رو برای یس قرار بدید و برای دکمه کانتینیو کلیک بکنید. توی این صفحه میتونید بیاین و یک پسوردی رو برای نرم افزار لجر لایو مشخص بکنید. دقت کنید که این مورد به دلخواه هست و میتونید این پسورد رو وارد نکنید. فقط این پسورد زمان استفاده میشه که شما بخواید بیاین و نرم افزار لجر لایو رو باز بکنید. خب توی این صفحه به شما نشون میده که شما موفق شدید که بیاین و لجر لایو رو به درستی نصب و راه اندازی بکنید.
خب توی مرحله بعدی ما میتونیم بیایم و نرم افزارهای مختلف رو مربوط به ارزهای دیجیتال مختلف رو بر روی این کیف پول خودمون نصبش بکنیم. به طور مثال اگر بخوایم بریم و بیت کوین رو داخل این کیف پول نگهداری بکنیم، باید از بخش منیجر بریم و اون نرم افزار مربوط به بیت کوین رو روی کیف پول خودمون نصبش بکنیم. پس بریم برای گزینه منیجر از اینجا کلیک بکنید و در بخش بعدی بیاین در این باکس که اینجا قرار گرفته اون نرم افزاری که دلتون میخواد رو اینجا سرچ بکنید. به طور مثال اگر میخوایم بیاین و بیت کوین رو ذخیره بکنید، باید بیاین برای دکمه اینستال از اینجا کلیک بکنید تا اون نرم افزار مربوط به بیت کوین برای کیف پول شما نصب بشه. و به طور مثال اگر بخوایم بیاین و اتریوم رو برای کیف پول ذخیره بکنید، میتونید بیاین و اینجا برای دکمه اینستال کلیک بکنید. ملاحظه میفرمایید که زمانی که میایین و برای دکمه اینستال کلیک میکنید، در حقیقت روی کیف پول داره میاد و اون آیکون نرم افزاری که نصب شده رو به شما نشون میده. به طور مثال من اینجا اومدم و نرم افزار اتریوم رو برای کیف پول خودم نصب کردم. پس در محلی بعدی میتونم برم و اتریوم رو به کیف پول خودم انتقال بدم. خب توی قدم بعدی برید و یک اکانتی رو برای خودتون ایجاد بکنید. به طور مثال شما اگر بخواید بیاین و اتریوم یا بیت کوین کش رو به کیف پول انتقال بدید، در قدم اول باید برید و یک اکانتی رو داخل کیف پول ایجاد بکنید. پس برای دکمه اد اکانت از اینجا کلیک بکنید. بعد در مرحله بعدی بیاین و اون ارز دیجیتالی که دلتون میخواد رو از اینجا انتخابش بکنید. مثلا من میام و بیت کوین کش رو اینجا انتخاب میکنم و برای دکمه کانتینیو کلیک میکنم. دقت داشته باشید که قبل از این کار حتما بعد از بخش منیجر برید و اون نرم افزار مربوط به بیت کوین کش رو حتما نصبش بکنید. پس اول باید برید و یک نرم افزار رو برای کیف پول نصب بکنید و در قدم بعدی میتونید برید و یک اکانتی رو برای اون ایجاد بکنید. در مرحله بعدی میگه که برو و وارد شو داخل نرم افزار بیت کوین کش بر روی کیف پول سخت افزاری خودت. من میام بر روی کیف پول خودم نرم افزار بیت کوین کش رو انتخاب میکنم و این دو تا دکمه رو با هم دیگه فشار میدم تا وارد نرم افزار بیت کوین کش بشم. بعد هم برای دکمه کانتینیو کلیک میکنم. در مرحله بعدی میام و یک اسم رو اینجا انتخاب بکنید که خب اسم دلخواه هست و این خیلی مهم نیست و بعد برای دکمه اد اکانت از اینجا کلیک بکنید. ببینید اینجا الان نوشته که شما موفق شدید که بیاین و یک اکانتی رو برای بیت کوین کش ایجاد بکنید. ببینید که بعد که من اکانت رو ایجاد کردم دقیقاً در بخش اکانت ها میاد و این اکانت رو من اینجا نشون میده. خب در مرحله بعدی من اگر بیام و بر روی همون اکانتی که ایجاد کردم کلیک بکنم، اصطلاحاً وارد اون صفحه میشم. این داخل این صفحه دقیقاً دکمه ریسیو قرار گرفته و من اگر برای دکمه کلیک بکنم، آدرس مربوط به ارز دیجیتال بیت کوین کش رو به من نشون میده. و در مرحله بعدی من میتونم برم و یک میزان بیت کوین کشی رو به کیف پول خودم انتقال بدم. دقت داشته باشید که آدرسی که اینجا به شما نشون میده در بخش ریسیو دقیقا همون پابلیک کی شما هست و شما با استفاده از اون میتونید بیاین و یک میزان ارز دیجیتالی رو به کیف پول خودتون واریز بکنید. بعد که اومدید و ارز دیجیتال رو به کیف پول خودتون واریز کردید، در مرحله بعدی میتونید برید و با استفاده از دکمه سند اون ارز دیجیتال که دلتون میخواد رو به حساب‌های دیگر هم انتقال بدید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و از اینکه بنده رو همراهی میکنید بی‌نهایت سپاسگزارم.